همکارم دکتر شیده رضایی در استدیوس با جزئیات بیشتر درباره فهرست سازمان جهانی بهداشت. خانم دکتر، چه باکتری‌های شناخته شده ای در این فهرست وجود دارند؟ اصولا باکتری هایی که در این فهرست وجود دارن اغلبشون در حالت عادی باکتری هایی هستن که به صورت در واقع همزیستی مسالمت آمیز میتونن توی بدن انسان، روی پوست، توی روده، در دستگاه در مجاری ادراری زندگی کنن. منتها این باکتری ها که اغلبشون از لحاظ آزمایشگاهی هم گرم منفی هن، یعنی رنگ نمیگیرن زیر میکروسکوپ وقتی دیده میشن، این باکتری ها به لحاظ ساختمانی یه ویژگی دارن که ژن هاشون به راحتی در یه نقطه میشکنه با هم جابجا میشه و جهش میکنه. تمام خطر این باکتری ها از اینجا ایجاد شده، چون به طور معمول اینا آنتیبیوتیک روشون اثر میکرد. باکتری های بسیار شناخته شده این گروه، یکیش باکتری سوزاکه، یکیش باکتری که عامل بیماری هموفلوس آنفلانزا یا مننژیتاس، یکی دیگهش باکتریه که رو پوست دیده میشه استرپتوکوکه. اینها باکتری های شناخته شده شدن. البته انواع اقسام باکتری های روده ای و استافیلوکوک و اینها توی اینها هست که استافیلوکوک تفاوت ساختمانی هم با اینا داره، که به هر حال باکتری هایی میشن که در صورتی که جهش میکرو و به آنتیبیوتیک مقاوم بشه خطرناکه، در حالت عادی ممکنه خطرناک نباشه. خب به نظر میاد یک سری از باکتری های مهم مثل باکتری سل در این لیست اصلا وجود ندارن. یک سازمان جهانی بهداشت برای اینکه در واقع سل هنوز در دنیا بسیار شایع در مناطقی از جهان و سل میتونه زمینه ساز در واقع بیماری ایدز بشه، به همین خاطر یه برنامه کامل به سل اختصاص داده و یکی دو تا باکتری دیگه مثل سفلیس و استرپتوکوکی که گلو درد چرکی رو ایجاد میکنه و روماتیسم مفصلی، اونا هر کدوم یه برنامه کامل جدا دار. خب به جز تولید آنتیبیوتیک های جدید، راهکارهای سازمان جهانی بهداشت برای کنترل این باکتری ها چه هست؟ ببینید، سازمان جهانی بهداشت دقیقا به همین در واقع مطلبی که تو میگی اشاره میکنه، میگه آنتیبیوتیک جدید حداقل 10 سال طول میکشه تا تولید بشه. پس تا اون موقع باید چی کار کنیم؟ دستورالعمل بسیار ساده است. اولا که تمام موازین بهداشتی رو رعایت کنیم که عفونت نگیریم. اگر هم گرفتیم، آنتیبیوتیکی که تجویز میشه وقتی لازمه کافی بخوریم، تا آخرین دونهش بخوریم، ساعتهاشو مواظب باشیم، تنظیم کنیم، همه رو سر وقت بخوریم. و اگر لازم نیست سرما خوردیم، نریم دکتر اسراف کنیم تو رو خدا با بچم پنسلین بزن، لازم نداره سرما خوردیم. خب با سپاس از شما دکتر شیده رضایی، مرسی.